سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در روز جهانی کودکان بیگناه قربانی خشونت با هدف یادآوری وضعیت این کودکان در کشورهای در حال جنگ خصوصا در کشورهای منطقه خاورمیانه بیانیه این صادر کرد در این بیانیه که نسخه از آن به خبرگزاری شیویز رسیده آمده است سازمان ملل متحد به تازگی به منظور رفع بحرانهای انسانی ناشی از سیاستهای اشتباه برخی سران کشورها در سراسر جهان یک روز را به نام روز جهانی کودکان بیگناه قربانی خشونت نامگذاری کرده است این بیانی افزود سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه جهانی در روز چهارم ماه جوان هر سال قوانین و مقرراتی در راستای حل و فصل مشکلات و بحرانهایی که کودکان جنگ با آن روبرو هستند وضع می کند قشی که بیشترین آسیب را در جوامع در حال جنگ می بیند. این بیانیه ادامه داد گزارش های بیشمار از سوی سازمان ها و فعالان حقوق بشری بیانگر اوضاع بغرنج و جنایت های گوناگون علیه این قشر از جامعه است که کرامت، آزادی و سلامت کودکان را هدف قرار می دهند و گاهی آنها را به سربازی اجباری و یا ترک تحصیل وامی دارند. و حتی در برخی موارد به آنان تعرض جنسی می شود. سازمان جهانی مسلمان آزاده ادامه داد کودکان در کشورهایی مانند یمن، لیبی، فلسطین، بحرین و سوریه بدترین اوضاع را سپری می کنند و متاسفانه جامعه جهانی در قبال این اعمال غیر انسانی در حق کودکان تنها نظارگر است و به هیچ کدام از تعهدات بین المللی پایبند نیست. این سازمان افزود امید است به مناسبت این روز کشورهای قدرتمند و با جهان با تجدید نظر در سیاست های خود درباره قشر کودکان جنگ با اقدام فوری در خاموش کردن آتش جنگهای خانمانسوز باعث رونق اقتصادی و توسعه در همه عرصه ها در کشورهای درگیر جنگ خصوصا منطقه خاورمیانه شوند سازمان جهانی نفی خشونت در پایان بیانیه خود با تذکر این روز به جامعه جهانی خصوصا سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی به اوضاع جاری در کشورهای درگیر جنگ و حمایت از کودکان بیگناه و عمل به مقررات بین‌المللی در این زمینه شد.